سرخط خبرها. ادعای ملا متقی درباره شرایط به رسمیت شناخته شدن طالبان. نگرانی والی زن حکومت پیشین افغانستان از افتادن به دام طالبان. شکایت بازرس امریکا از مخفی نگه داشتن اطلاعات مربوط به خروج از افغانستان. در پایان، کار غیر انسانی طالبان در ولایت بدخشان در یک مراسم عروسی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. دو ماه پس از این که طالبان افغانستان را تصرف کرد، هنوز هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناخته است. ملا امیرخان متقی وزیر خارجه دولت طالبان چهارشنبه شب با نمایندگان 14 کشور در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرده و از آنان خواسته است به امریکا فشار وارد کنند تا ذخایر پول نقد افغانستان را آزاد و تحریم ها علیه طالبان را لغو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه در مورد این ملاقات توضیح داده، اما مشخص نکرده است که نمایندگان کدام کشورها با ملا امیرخان متقی ملاقات کرده است. در بیانیه سخنگوی طالبان آمده است که نمایندگان 14 کشور عمدتاً اروپایی در این ملاقات حضور داشتند. به نقل از این خبرنامه، متقی در این ملاقات در مورد آنچه که حکومت جدید اسلامی تأمین امنیت روابط با جامعه جهانی و نابودی فساد خوانده شده به نمایندگان کشورهای خارجی اطلاعات داده است. امیرخان متقی در این ملاقات ادعا کرده که افغانستان پس از 40 سال دارای یک نظام حاکم می باشد و باید امریکا و بقیه کشورهای جهان محدودیت ها علیه افغانستان را بردارند. نگرانی والی زن حکومت پیشین افغانستان از افتادن به دام طالبان. این زن به شدت نگران است که قبل از خروج از افغانستان به دام طالبان بیفتد. نعیمه نام مستعار یک والی زن در حکومت پیشین افغانستان است. او پس از فروپاشی دولت اشرف غنی نتوانست از افغانستان خارج شود و اکنون تحت تعقیب طالبان شب و روز را در وحشت افتادن به دام این گروه سپری می کند. نعیمه در تماس با اندپندنت فارسی گفت: افراد دارای استخبارات طالبان دنبال من هستند. خانه ام را بارها عوض کردم و با وجود که هیچ وسیله و امکاناتی از حکومت قبلی نزد من نیست، آنان در تلاشند مرا بازداشت کنند. نعیمه میگوید به دلیل اینکه در زمان رهبری یک ولایت رئیس شورای نظامی آن ولایت نیز بوده است، در فهرست کشتار طالبان قرار دارد و افراد این گروه در شهرهای مختلف که اقوام و بستگان او زندگی میکنند سراغ او را گرفتند. نعیمه در هفته نخست سقوط کابل به دست طالبان به دلیل زایمان بستری بود و دو هفته پس از ولادت کودکش نیز نمیتوانست اقدام کند. او میگوید پس از آن که چالش بهتر شد، تمام تلاشهایش برای خروج از افغانستان به نتیجه مانده است. این ولی پیشین به سازمانها و کشورهایی که در روند تخلیه شهروندان خارجی و افغانهای در معرض خطر همکاری کردند بارها نامه فرستاده، اما تاکنون پاسخ مثبت دریافت نکرده است. این مقام حکومت پیشین افغانستان میگوید که اوضاع سلامتیش به دلیل زایمان برای سفر غیر قانونی به ایران با پاکستان مساعد نیست، وگرنه حاضر است برای فرار از افتادن به دام طالبان از این مسیرها از افغانستان خارج شود. در حالی که صدور ویزای پاکستان و ایران برای کسانی که میخواهند از مسیر رسمی وارد این کشورها شوند جریان دارد، نعیمه میگوید که مراجعه برای دریافت ویزا و خروج از مرزهای زمینی و هوایی به طور رسمی به معنای تسلیم شدن به طالبان است، چون فهرست افراد تحت تعقیب در فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی وجود دارد و تاکنون صدها تن از این مسیرها شناسایی و بازداشت شدند. شکایت بازرس امریکا از مخفی نگه داشتن اطلاعات مربوط به خروج از افغانستان. بازرس امریکا درباره افغانستان نهادهای بزرگ ایالات متحده را به پنهانکاری اطلاعات در مورد خروج از افغانستان متهم می کند. جان سپکو
بازرس امریکا در امور افغانستان گفته است که سازمان‌های دولتی ایالات متحده از جمله پنتاگون و وزارت امور خارجه اطلاعات قابل توجهی را در مورد جریان مبارزه نظامی در افغانستان مسدود کردند که می‌تواند وضعیت را با عقب نشینی سربازان ایالات متحده از کشور در ماه آگوست روشن کند. سبکو گفت به نظر من تصویر کامل از آن چه در ماه آگوست رخ داد و همچنین تمام آن هشدارهایی که می توانست نتیجه را پیش بینی کند تنها در صورت انتشار اطلاعاتی که وزارت دفاع و وزارت امور خارجه به آن می پردازند که فعلا دسترسی محدود می باشد در دسترس خواهد شد. او اظهار داشت که برای مثال دولت امریکا دسترسی محدود به اطلاعات مربوط به دوران سال 2015 داشت که مربوط به وضعیت نیروهای امنیتی افغان بود. سبکو بر این نکته تاکید کرد که تقریبا تمام اطلاعات که لازم بود برای این که آیا نیروهای امنیتی افغان یک نیروی جنگی واقعی بودند یا که فقط منتظر فروپاشی بودند. کار غیر انسانی طالبان در ولایت بدخشان در یک مراسم عروسی. طالبان دو مراسم عروسی را در بدخشان گلوله باران کردند. منابع محلی در شهر فیض آباد بدخشان می گوید که روز سه شنبه گذشته افراد طالبان وارد منزل یکی از ساکنان شهر فیض آباد در ناحیه چهارم این شهر شده و مراسم عروسی را با گلوله باران بر آشپزخانه و وسایل موسیقی برهم زدند. یک منبع از شهر فیض آباد که نمی خواهد نامش ذکر گردد در صحبت با اندپندنت فارسی می گوید که افراد طالبان دلیل هجومشان به مراسم عروسی را شنیده شدن صدای موسیقی و حضور زنان در مراسم گفتند و از ضمن ضرب و شتم میزبان به دیگهایی که حاوی غذای مهمانها بوده شلیک کردند. منبع میگوید مراسم عروسی در اثر هجوم افراد مسلح طالبان و شکنجه میزبان مختل شد و مهمانان نیز از ترس پراگنده شدند. به نقل از این منبع یک روز قبل از آن نیز افراد طالبان با هجوم به خانه یک متنفذ قومی به نام استاد موسی مراسم عروسی دخترش را مختل کرده و اعضای خانواده میزبان را به شدت شکنجه کردند. طالبان وسایل موسیقی را شکستند و خانه را نیز تخریب کردند. طالبان در هر دو مورد دلیل هجومشان را حضور زنان و پخش موسیقی در مراسم عروسی ذکر کردند. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان فرمان‌های سختگیرانه در مورد مراسم عروسی، تجمعات و برنامه‌های اجتماعی اعمال کرده است. پخش موسیقی در مراسم عروسی که رایج‌ترین کار در میان مردم است، از سوی طالبان منع شده است. در کابینه دولت طالبان یک وزارت به نام امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شده است که موظف به کنترل رفتار مردم و تطبیق فرمان‌ها و دستورهای رهبر طالبان در میان مردم می باشد. تشکر که تا این دم با ما بودید. روزتان خوش.